نام قدوس عیسی مسیح، برکت بر نام اجازنگیز عیسی مسیح. میخوایم بیستیم و برخیزیم. سالیان سال روح ایلیا رو اعلام کردیم، امروز روح ایلیا و روح جدعون رو داریم میبینیم. روح جدعون رو داریم بر کوچکترین افراد، کوچکترین خانواده، کوچکترین قسمت قوم کشورمون میبینیم. میتونی ساکت باشی و خدا رو جلال ندی برای این همه شکوهی که در ایران ماست، در جوانان ماست؟ میدونم ما اینجا تظاهرات میریم، میدونم ما کارهای عظیم میکنیم، اونا کف خیابون ها جانشون رو گذاشتن برای که امروز حداقل اونها رو بستاییم، شهامتشون و دلاوریشون و بیداریشون رو خدا داره از کوچکترین ها استفاده میکنه. شکر میکنیم، فصل بیداری رو شکر گذاری میکنیم، دستای محکم میزنیم برای دونه دونه جوانانمون، دست از عزاداری بر میداریم، تحسین میکنیم زندگیشون رو، شهامتشون رو جشن میگیریم. بزرگتر از چیزی هستن که دستای تو این لحظه بتونه. میخوایم دستی بزنیم که مادر مهسا بشنوه در ایران، مادر سهرا بشنوه، گوش شریر کر بشه، همه مزدورای خامنه‌ای بشنوند. اینجا دروازه آسمان بازه، روح قدوس خدا این صوت رو میبره، تسلی دل جوانان ما میشه. هاللویا، مرسی خداوندا، مرسی برای دهه 90 ها، مرسی خداوندا. میبینی آبرو داره برمیگرده، هویت ما داره برمیگرده با کوچکترین ها. هاللویا هاللویا، همه اونایی که ادعا داشتن نشستن کنار، کوچکترین ها، جوانترین ها، زیباترین ها دارن میرن جلو تا پرچم ایران رو دوباره معتبر بکنن، تا هویت ما رو دوباره تایید بکنن، آبروی ما باشن، مقام ما باشن، نام کشور ما بر زبان همه است. هاللویا هاللویا، شایسته دستای ما هستن، شایسته تحسین ما هستن. هاللویا هاللویا، دعای حفاظت رو پیشا پیش میفرستیم برای عزیزانمون، برای جگر و دلاوریشون. هاللویا هاللویا هاللویا. شاید اگه ایران بودی تظاهرات نمی رفتی، ولی اونا ایرانن و میرن. با دستت میتونی کاری بکنی که نشون بدی کوچیکشونیم، میستایمشون، تحسینشون میکنیم. نسل جدیدی که دعا کردیم و خدا بلند کرد که بیسته برای عدالت، ملکوت و عدالت تو بشه خداوندا. این لحظه داوری خدا رو اعلام میکنیم بر شیاطین، ارواح پلید، ظالمانی که در ایرانن، در نام اعظم عیسی مسیح. خداوند فرموده داوری من نزدیکه، داوری من نزدیکه. هاللویا هاللویا هاللویا. سه هفته قبل از اینکه همه چیز شروع بشه خدا به ما نشون داد آخرین فرصت شریره، آخرین فرصت شریره. هاللویا هاللویا، برای بهایی که داده میشه، برای هر قطره خون، برای هر گلویی که خراشیده میشه، ولی اعلام میکنه عدالت رو، آزادی رو، نجات رو بر این خاک. هاللویا، شکرت پدر، مرسی عیسی مسیح، تو داری فراهم میکنی که تخت سلطنت تو بتونی روزی در کشور ما بنا بکنی. داری همون چیزی که وعده ارمیا بود داری آماده میکنی، بیداری آمده. هاللویا هاللویا، بتخانه ها فرو ریخته، نقاب ها برداشته شده. هاللویا هاللویا، کلام میگه جای آب رو به بالا میره، نسل جدید ما قراره به قبلی ها یاد بدن. حالا آب سر بالا میره، حالا همه فریب خورده های 57 میخوان تعظیم کنن در مقابل شهامت و غیرت جوانان ما، دختران ما، زنان ما، همه عزیزانی که ایستادن.
هللویا. دعای برکت رو میفرستیم برشون، بر خانهشون، بر خانوادهشون، بر هر آنچه که متعلق بهشونه، که نام کشور و قوم ما رو بلند کردن. فخر ماست که ایرانی هستی. هللویا. پرچم ما دیگه داره تقدیس میشه، خاک ما تقدیس میشه. هللویا. آرزوی زمان رو داریم دریافت میکنیم. خداوندا کلام میگه وقتی ما رو نجات داد انگار خواب دیده بودیم، هنوزم فکر میکنیم خواب میبینیم. من پیروزی رو تبریک میگم در نام اعظم عیسی مسیح، چون عیسی مسیح گفت یک ماه و نیم پیش که بگو همه میگن، تمام بچه هایی که از ایران دارن با ما تماس میگیرن میگن چهار ماه به ما وقت بدین، دولت سرنگونه. و کلام خدا قبل از این که بچه ها اینو بگن به ما گفت و من همینجا اعلامش کردم، همه عیسی مسیح میگه، همه به شما میگن چهار ماه مونده. اگه این لحظه برین به مزرعه، پیروزی رو به شما میدن. من این شهر رو به شما دادم، فقط برخیزید و تصاحبش کنید. دوباره اموال این کشور، آبرو و ناموس این کشور، ثروت این کشور، هویتمون، پرچممون رو میخوایم پس بگیریم. هاللویا. ادبیاتمون رو، زیبایی هامون رو، دخترانمون رو، خنده و شادی و رقص رو، آزادگی و آزادمنشی رو. هاللویا خداوندا، هاللویا خداوندا، میپرستمت برای این همه فیض. صدای زجه سالیان ما رو شنیدی. هاللویا، هاللویا، میپرستمت خداوندا، میپرستمت خداوندا، میپرستمت برای این همه غیرت، برای دونه دونه شهرامون، کوشه هامون، پسران و دختران جوانمون فخر ما هستن. هاللویا. عزاداری ندارم بهت بکنم، برات بهت خفته میخورم، بهت خفته میخورم، فقط تحسینت میکنم. تو خیلی بزرگی، تو به بزرگی نام ایرانی. ما ایرانی با هویتمون امروز به رو میافتیم در حضور خدا. یه موقع من فکر میکردم وقتی آدم به خلوت میره فقط باید خودش به رو بیافته، حالا یاد گرفتم گوشی ما ور میدارم، انجیلم ما ور میدارم، عکس مامان بابا ما ور میدارم، گربم ما میارم، کارت بانکم ما میارم، پرچم کشورم ما میارم و به رو میافتم و میگم من و همه آنچه که از آن منه و درون منه متعلق به توه و تو رو تمجید میکنه خدای قدوس. میخوایم با همه هویتمون بیایم به حضور خدا، میخوایم با همه قوممون بیایم. ایران عزیزان ما هستن، ایران ایرانیانن، بچه های ما، جوانان ما، آینده های ما هستن. میخوایم با همه اونا به حضور خدا بیایم. خداوند در روح در این محراب به رو میافتم. مرسی برای رحمت و فیضت، مرسی که گفتی کار پیریزی تمام شده، آماده این فقط تصاحبش کنیم. با این همه دلاوری که در ایران داریم، لشکری رو خدا بلند کرده، ارتشی رو بلند کرده. هللویا. میدونم زلنسکی دنبال توپ و تانک هر روز زنگ میزنه گدایی میکنه، جوانای ما با دست خالی، با خیرت و شهامت، با عدالتی که درونشونه و آزادگیشون ایستادن و دارن میکوبن اون چیزی رو که سالیان سال سعی کردیم بتکونیم، بای بای کنیم باهاش. امروز بای بای کن، تا ابد بای بای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، به واسطه فرزندان خیورمون خداحافظی کن. اگر و اما نداره، پلن بی وجود نداره، محکوم به پیروزی خاک ما. هاللویا، هاللویا، هاللویا. من تبریک میگم، من تبریک میگم پیروزی کشورمون رو، آینده بزرگمون رو. هاللویا، هاللویا. خدا گفت و کار تمام شده. هاللویا. تحسینتون میکنم، دونه دونتون رو دلم براتون میلرزه، تمجیدتون میکنم، بهتون میبالم. هاللویا، هاللویا، هاللویا. شکرت پدر. خیلی ها تو زندان های ایران خیلی بلاها سرشون اومد، هیچ وقت نتونستن با اینکه فرار کردن بچه دار بشن. امروز خدا فرزندانی بهشون داده، امروز دونه دونه این بچه ها فرزندان تو هستن. میتونی بهشون بگی پسرم، دخترم، چون فرزندان ایران ما. هاللویا، 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 هاللویا. شکرت پدر.
شکرت پدر، روح جد اون بر ایران ماست. هللویا، روح ایلیا، هللویا، هللویا، روح بادشکنی، هللویا، شکرت خداوندا، شکرت خداوندا، هللویا. سرود تو شد سرود ملی این روز ما برای جوانان ما. هللویا، هللویا خداوندا، هللویا خداوندا. و طبق وعده تو این لحظه میطلبم روغن و مس شادمانی رو به جای رخت عزا در نام اعظم عیسی مسیح، به جای هر لباس غبار رخت پرستش بر زبان ایرانیان قرار باشه. طبق وعده خداوند هر غبار کسالت برداشته شده، گرد طلای آسمانی بر جاناشونه. این نسل قراره بنا بکنه، خودجوشه و میدونه داره چیکار میکنه. هللویا، 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 هللویا. بخوایم در نام مسیح خداوند این لحظه اعلام کنیم و اعتراف کنیم، اعتراف کنیم و اعلام کنیم که میدونم همه چیز برای خیریت در کار، چون فرزند او هستم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هر اسلحه به ضد من و مردم من ساخته شود پیش نخواهد برد در نام یگانه منجی عالم. هللویا، هللویا، هللویا. ببخشید، در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخم های عیسی شفا یافته هستم. بردارم. نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 1000 دشمن از سمت راست و 10000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کنند، پیروزی از آن من خواهد بود. ایمان دارم در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است استرابی ندارم. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خوانده شدم تا سر باشم ندام، بلند باشم نه پس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. هللویا. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم محکوم به پیروزی هستی، چون وارث عیسای مسیح هستی. شکر میکنیم خداوند. و فکر کنم الان خوب تعامل کردیم و میدونیم وارث بودن یعنی چی، نه؟ آیه یه مفهوم دیگه میگیره. میستیم روی وعده‌های خداوند. آمین. هر آنچه که او گفت میتونیم بطلبیم و میدونم دریافت میکنیم. من فکر کردم امروز ما خیلی صحنه‌های دردناک میبینیم، همچنین که بعد از منصور عزیزم گفتن هممون در دعا هستیم. امید ناپژمردنی حیات با ماست و میدونیم به چی ایمان داریم، نبوت ها رو میفهمیم، میشناسیم، مکاشفه ها رو درک میکنیم، اعلام میکنیم و همدل هستیم. چیزی که زیاد میبینیم خونه. امروز میخوایم راجع به مبحث خون یه مقدار در مسیحیت صحبت بکنیم و قدرت خون رو یه مقدار در بیابیم. اعجاز و قدرت خون. میدونی قدرت عظیمی در خونه، چون همونطوری که از نظر طبی هم میدونید
هر چیزی جانش در خونه. وقتی خون رو از دست میدیم، جانمون رو از دست میدیم، زندگیمون رو از دست میدیم، حیاتمون رو از دست میدیم. یه قطره خون آدم رو میبرن ورسنترال میگیرن، سنکا آزمایش میکنن، تو اون یه قطره خون تمام پرونده پزشکی آدم رو سعی میکنن در بیارن، تو لحظه با آدم تحویل بدن. و امروز نمیخوایم فقط راجع به قدرت خون عیسی مسیح صحبت بکنیم، چون جان هر چیزی، جان انسان در خونشه که در رکاش جاریه، جان بره در خونشه، جان بز در خونشه. و یه اقتدار عجیبه. میخوایم یه مقداری رازهای خون رو متوجه بشیم. یه آیه هست در لاویان، من فکر کردم اینو خدمتون تقدیم بکنم. تارگت ما یه آیه از امثال سلیمانه، ولی این آیه فکر میکنم خیلی معروفه، میدونم هم بلدش هستین. باب 17 آیه شماره 11 میگه زیرا که جان جسد، بدن زمینی ما، بدن فیزیکی، جانش، حیاتش در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده ام تا برای جانهای شما کفاره کند. میدونین ما دو هفته پیش یک شنبه ای که اینجا بودیم، عید روش هاشانه بود، عید محصول بود، سال نو شد و واقعا طبق وعده ای که خدا داد ما محصول رو دیدیم و دریافت کردیم، نه فقط در کشورمون، در خیلی جاهای دنیا دیدیم. و ماه فارق شدن رو از دردها، از بارها یادتونه، و دیدیم که دنیا داره فارق میشه و این بار رو داره تحویل میده، محصول رو، فرزند رو، نور و عدالت و آزادی رو. ده روز بعدش یه عیدیه به اسم عید یوم کیپور، اصطلاحاً معنیش میشه عید کفاره. اون زمانیه که آدم توبه میکنه، کیپور یعنی پوشانیدن، اون زمانیه که خدا به لطف عظیمش، به رحمتش گناهان ما رو میپوشونه. قوم یهود، تنها شریعتی که از طرف خداست و خدا یگانه رو میپرسته و من درآوردی نیست، اونها میرن و خون قربانی رو، متاسفانه هنوز قربانی میکنن و خون قربانی رو میپاشن و به این وسیله اون پوشش رو بر خودشون قرار میدن. خون اونها رو پوشونده و وقتی پدر نگاه میکنه گناه رو نمیبینه، خون رو میبینه، مجازات رو میبینه، خونبها رو میبینه و بعد برکت رو میریزه. قربانی ما برای کامل خدا عیسی مسیح ناصریه و میدونیم که پوشانیده شده هستیم. ما کاور داریم، ما پوشش داریم. میدونیم جوونامون این لحظه پوشش دارن، کاور دارن، خدا حفاظتشون کرده، خدا کار کرده روشون، روی تاریخ ما و کشور ما، و شکر میکنیم خدا رو. آیه تارگت ما، من فقط خواستم اینم خدمتون گفته باشم، چون ما یه دو روز باشکوه داشتیم به واسطه عید یوم کیپور در منزلمون، شکرگزاری کردیم که مجبور نیستیم گاو و گوسفند و مرغ و شتر رو سر ببریم. و خون بره خدا نه تنها کافیه، بیش پرداخته گناهان ماست. امروز میخوایم راجع به این همه مقدار صحبت بکنیم. ولی امثال سلیمان، من فکر کردم علامت زدم اینو، فکر کنم زدم، باید پیداش کنم فرق خدمتون تقدیم کنم. امثال سلیمان، ببخشید اگه تأخیر دارم، من معذرت میخوام. اینجا فکر کنم آیه 20 و باب 26 آیه شماره 2 یه چیز جالب و خیلی خیلی مهمی رو میگه در قلمرو و بُعد روحانی. میخوایم امروز اینو بفهمیم، درک کنیم، شاید جواب یه سری چراها، اماها و سوالهای ما رو بده به واسطه اتفاقاتی که مخصوصا داره میفته. کلام اینطوری میگه، آیه شماره 1 هم براتون میخونم. چنان که برف در تابستان و باران در حصاد، همچنین حرمت برای احمق شایسته نیست. کلام خدا میگه شایسته نیست که جاهلان رو
مذاهب دروغین رو، علمهای کاذب رو حرمت قرار بدیم و براش احترام قائل بشین. آمین. و دنیا با اینکه مدام این دروغ رو به خورد انسان‌ها داده، امسال همه چیز شکسته و همه دارن یاد میگیرن حقیقت رو اعلام بکنن. شایسته نیست ما فقط احترام بذاریم به اونچه که کاذبه و دروغینه و جوانهای ما رو بالای دار میبره و کشور ما رو داره غارت میکنه. آیه شماره 2 اینطوری میگه، میگه چنان که گنجشک در طیران، یعنی پرواز، و پرستو در پریدنه، لعنت بی سبب نمی آید. لعنت بی سبب نمی آید. وقتی کلمه اصلیشو نگاه میکنی، یعنی باید یه مبنای قانونی داشته باشه. وقتی لعنت به سمتت میاد، بر زندگیت قرار میگیره، باهاش مواجه میشی، چیزی که پلیده از طرف ارواح تاریکی شرارته، لعنت برکت نیست، ممکنه به سمتت بیاد ولی قرار نیست که بتونه بمونه در زندگی تو. علت قانونی نیاز داره برای اینکه بتونه در زندگیت حکم فرمایی بکنه. و این مطلب به حدی بدیهیه در قلمرو روح، اینه اینکه ما چقدر راحت میدونیم که گنجشک میتونه پرواز بکنه و پرستو میتونه بپره و کوچ بکنه. به این بدیهیه لعنت بدون علت و بدون سبب قانونی، بدون مبنای قانونی نمیتونه در زندگی ما بشینه و کاری بکنه. جادوی جادوگران چی؟ البته البته امروز میخوایم یاد بگیریم که خودمون چی کار انجام بدیم، چون امروز میخوایم، چون همه ما عزیزانی داریم که خونی به ما وابسته هستن، قوم، قبیله، دیار، کسایی که خونی حق داریم هر کدوممون برشون دعا کنیم به واسطه وابستگی های خونی و تولدی که داریم. و من فکر میکنم امروز میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و امروز میخوایم این مسئله روحانی رو برای دونه دونه عزیزانمون هر اون جوری که به ما وصلن در کشورمون انجام بدیم. این میشه شفاعت حقیقی برای اونها. سوقشون میدیم قویتر و محکمتر و سریعتر به سمت نور و پیروزی. همه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی به وجود اومده، یادتون نره. اول اینجا صورت میگیره، اول مکاشفش رو میگیری، شروع میکنی به اعلام کردنش، نطفش بسته میشه، بعد دنیا در اخبار اونو اعلام میکنه. همه چیز از چیزهای نادیدنی. امروز میخوایم در بُعد نادیدنی یاد بگیریم و عمل کرد داشته باشیم برای عزیزترین هامون، چون خداوند میگه لعنت بدون دلیل قانونی اجازه نداره در زندگیه کسانی که به شباهت خدا آفریده شدن جایی داشته باشه، ساکن بشه، همونطوری که شادی عزیز این ساکن رو اینجوری میخوند قلبم لرزید، ساکن بشه و بتونه بمونه. امروز میخوایم بیرونش کنیم. آمین. در نام اعظم عیسی مسیح. و میخوایم یه مطلب بسیار، یه حقیقت بسیار ساده و بدیهی و تعلیمی بنیادی رو در مسیحیت بفهمیمش و بر اساس اون میخوایم دعا کنیم در باور حقیقی موقعی که فهمیدیمش. آمین. شکر برای وجودتون. لعنت بی سبب نمی آید. لعنت بی سبب نمی آید. برای همه اونایی که روح محکومیت دارن، روح سرزنش دارن، اونایی که خودشونو شایسته نمیدونن، اونایی که خودشونو مقصر میدونن، اونایی که خودشونو هنوز نبخشیدن، امروز بخواد این حقیقت آزادت بکنه. باور میکنی یا نه، شاید چند دقیقه فاصله داری که خداحافظی کامل بکنی با اون چیزی که سالیان سال خرخرتو گرفته و شب ها نیمه شب خواسته تو رو خفه بکنه با تمام فشارهایی که برات آورده. امشب شب آزادیه در نام اعظم عیسی مسیح. مسئول آزادی خودمون هستیم. مسئولیت رو قبول بکنیم و بایستیم تا شخصا و نظر روحانی دونه دونمون آزاد بشیم. آمین. حیات هر چیزی در خونشه و
این حیات لول ها و بوت های مختلفی داره. امروز صرفا من دارم این وقتی حیوانات رو استفاده میکنم راجب اون بود فیزیکیش صحبت میکنم، اون جان، اون اندیشه و اختیارمون، افکارمون، عادت هامون، اون چیزهایی که درونمون هست. ولی از قدیم هر بار میخواستن که خسارت یک خطا، یک گناه رو بدن، معمولا از خون استفاده میکردن. ما این اصطلاح رو داریم، خونبها دادن، فدیه دادن. پس وقتی یه ذره عمیق به این مسئله نگاه میکنیم، انگار خون مثل یه ولوتاه، یه ارزه، یه مثل کرون و دلار و اورو و تومان محسوب میشه، بهت قابلیت پرداخت میده، میتونی باهاش چیز رو پرداخت بکنی، اون مبلغیه که میدیش و میتونی چیز رو باز خرید بکنی. و وقتی چیز رو باز خرید میکنی یعنی بر میگردونی به اون جایگاه ابتداییش، پوزیشن ابتداییش. تمام هدف خدا اینه که ما برگردیم به باغ عدن، اون پوزیشنی که در خدا داشتیم، بازگشتمون وقتی مریض هستیم بر میگردونه ما رو به اون کیفیتی که باهاش آفرید ما رو، ما رو خلق کرد. اون زائده ها نبود در وجودمون، اون خلل ها در هورمونامون نبود، در ارگان های بدنمون نبود، و خدا طاهر میکنه ما رو، برمیگردونه به اون چیزی که در اندیشه بود وقتی ما رو آفرید. هر خللی از وجود تو برداشته شده است در نام قدوس و یگان منجی عالم، در نام اعظم عیسی مسیح طاهر شو و شفای کامل رو دریافت کن. من اعلام میکنم همان گونه قرار باشی که باهاش به دنیا اومدی در نام اعظم عیسی مسیح. دونه دونه عروقت، رگهای قلبت، فشار خونت، هر خللی که شریر و دنیا ایجاد کرد، خدایا ما رو برگردون، ما رو باز خرید کن به اون پوزیشن اولی که در اندیشه تو بود و ما رو اون گونه آفریدی در نام اعظم عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح. ما رو زندگی تو شاید این لحظه توی این کشور از در زندگی روزمرتون آخونده نیست، شاید اون مریضی است که دوچارش شدی، شاید اون ورشکستگی است، شاید محبوب نبودن، بیکاری، بیخونگی، بیقامتی، من نمیدونم، بی ازدواجی. امروز میخوایم همه رو برداره خداوند، میخوایم خودمون و هر آنچه که در ماست و متعلق به ماست به رو بیفته در نام اعظم عیسی مسیح و شفا بگیره و طاهر بشه و دوباره برگرده به اون جایگاه اولیش. این حقانیتیه که خدا به ما میده، باور کن امروز قراره دریافتش کنی در نام اعظم عیسی مسیح. هاللویا، قبل از اینکه مهمونت بیاد قراره دریافت کنی. هاللویا، هاللویا، هاللویا. پس مثل یه سکه میمونه، یه پول میمونه، میتونی باهاش خرید بخری. و وقتی این کارو کردی، نتیجش در الهیات مسیحی ما بهش میگیم رستگاری. اون موقع یه نفر نجات پیدا میکنه از موقعیتی که درش گیر کرده. اگه بندگیه، اگه بردگیه، اگه مریضیه، اگه شکسته، اگه ظلمه، اگه بت‌پرستیه، من رستگاری رو اعلام میکنم بر جان هممون در نام قدوس عیسی مسیح. من رستگاری رو بر جان عزیزانت اعلام میکنم، اونه که در دورترین منطقه ایرانه، من رستگاری رو اعلام میکنم در نام اعظم عیسی مسیح. آمین. اومدیم امروز رستگاری رو بگیریم از دستان مبارک عیسی مسیح و بذاریم دونه دونه بر عزیزانمون در خاکمون. هللویا. این جوریه که بوستان‌ها جنگل میشه، یه دونه یه دونه یه دونه. آمین. اینو من باور دارم. هللویا، هللویا. یه کار دیگه ای که خون میکنه، خون توی مسائل معمولی، من اینجا صرفا راجع به خون عیسی مسیح صحبت نمی کنم، این زمان قدیم از ابتدا همیشه همین بوده. کاری که میکنه یه لغتیه که خیلی خوب بلدین. من دیشب از رامین جون پرسیدم این لغت رو به فارسی بتونیم یاد بگیریم، اینجا هم نوشتم چیه. اوورکلاگا کردن رو فکر کنم همه آشناییم باهاش.
مسلمن. یعنی آدم اعتراض میکنه، شکایت میکنه به حکمی که بر آدم شده، یه تصمیمی میگیرن یا جواب آره میدن، مسلمن شکایتی نداریم، وقتی آره میدن خیلی ممنون شدیم، ولی وقتی نمیدن، اگه دقت کنین در کشور سوئد زیر کاغذ ها مینویسه که شما حق اوورکلاگ کردن دارین. چی اون قدرت و امکان رو بهت میده؟ خون، قدرت عظیمی در خونه. و خیلی از افراد چون شاید مستاصل بودن، شاید در جایگاه سخت بودن، وقتی که شیطان با لباس خدا جلو اومد، به دست خودشون رفتن نزد مدیوم ها، جادوگران، دعا نویس ها، کاهنان خدایان کذب و دروغین بعل و الله، و از اونها یاری گرفتند. و وقتی یاری گرفتند، عهدهای بسته شد. اون عهدها همیشه با خون بسته میشه. عهدی که با خون بسته میشه، حتی وقتی خود آدم از زمین میره، کارش تموم میشه، عهد باقی میمونه. امروز در زندگی تو و ذریت شکست شده اعلام میکنم در نام قدوس عیسی مسیح. امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری خون مسیح رو بیاریم توی زندگیمون و بپاشیم رو زندگیمون، و کاری که هر کدوممون انجام میدیم. نیازی نه به دعا نویس داری، نه به جادوگر داری، به هیچ چیزی، خودت قراره انجام بدی. و امروز میخوایم برای قوممون انجام بدیم، چون کلام میگه لعنت بی سبب بر کسی نمی نشینه. لعنت ممکنه به سمت آدم پرت بشه، ولی اگر دلیل قانونی در بُعد روحانی نداشته باشه، اثر نمی کنه. اکثر آدم ها میگن آخه من عقیده ندارم، پر رو من اثر نمی کنه. نه عزیزم، قلمرو روحانی قانون داره، ملکوت خدا قانون داره. اگه مبنای اساسی وجود داشته باشه از نظر روحانی، اگر باورم نداشتی جادو و جنبل و ارواح پلید و چیزهای لعنت رو، بازم بر زندگیت اثر میکنه. میخوایم امروز در رستگاری آزاد شیم، آزاد شیم از قدرت و حربه تمام چیزهای تاریکی در نام قدوس عیسی مسیح. و میخوایم در این حین دست عزیزانمون رو هم بکشونیم و با خودمون به همون سمت ببریم. رستگاری کامل، میخوایم خدا بزدایه تمامی این اعمال دست شریر رو در خاکمون. با من همدلی؟ در نام عیسی مسیح. ما باور دارم نیاز ماست، نیاز ماست. یه روزی آدم در باغ عدن، آدم و حوا با اختیار آزاد خودشون، به اشتیاق خودشون، به درخواست خودشون، تمام اون اقتدار و اتوریته و قدرت سلطنت و حکومت رو دو دستی تقدیم شیطان کردن و شریر شد خدای دنیا. و کلام میگه بعد از اون لقب گرفت، او پرنس هوا هست امروز، و اون کسیه که حکومت میکنه و در کنترل قرار میده هر آن کسی که نسبت به خدا یاغیه، در دستان شیطانه. او خدای روی زمین شد، چون خدا میگه آسمان ها از آن منه، زمین رو به تو سپردم پسرم، دخترم. حکومت روی زمین به ما داده شده. خودش با انتخاب خودش همه این برکاتی رو که داشت در باغ عدن به شیطان داد. یادتون میاد سال 57 وقتی شریر رو دعوت کردیم و اختیار زندگیمون رو، اختیار ناموسمون رو، اختیار اموال مملکتمون رو، اختیار آبرو حیثیت سیاسیمون رو دادیم دست عوامل شیطانی. و خداوند میگه با انتخاب خودت این کارو کردی، تو دعوت کردی. همینه که میاد میگم ما یه بار دعا، جادو، جنبل، فالگیری، رمالی، هزار اربا اینا کردی، میگم با پول خودت رفتی دادی، یا تو خیابون یکی مجبورت کرد گفت من آینده تو بهت بگم. آدم با اختیار خود،
بعد شروع شد به گناه یک مرد با تولید نسل و زمانی که گذشت و ذات گناه که درون انسان ها اومد چون شیطان رو خدای خودشون قرار دادن توسعه پیدا کرد، نسل های گناه توسعه پیدا کرد و برکت رفت، لعنت جای برکت اومد. خیلی ها فریب خوردند، ولی میدونین دروغ گفتن وقتی که عمدیه بهش میگن فریب دادن کسی. یه وقت اشتباهی میگه امروز قرار آفتابی باشه، بعد هوای سوئدی جوری یهو سیل میاد از آسمون. این فریب دادن کسی نیست، این یه اشتباه آدم میکنه. ولی خیلی ها عمدن به ما دروغ گفتن و خیلی ها فریب خوردن و زیر سلطه شیطان رفتن، داوطلبانه دعوتش کردن که بیاد که به خانه ما، به کاشانه ما، به زندگی عزیزان ما. 40 خورده ساله که داریم دست و پا میزنیم. قدرت خون، قدرت خون، میتونین اقتدار عظیمی در قدرت خونه. عیسی مسیح روی صلیب رفت، وقتی نیزه رو به پهلوی او زدن خون و آب جاری شد و اون لحظه او خون خودش رو داد، یعنی او جان خودش رو داد، زندگی زمینیش رو داد، نفسش رو داد، حیاتش رو داد. داوطلبانه این کار کرد. کلام میگه از قائن وقتی نگاه میکنیم کاری که کرد تا امروز ما در کشورمون، هر بار کسی بیگناه کشته میشه خون او فریادی داره که خدا اون رو میشنوه. میخوام خوب گوش کنی، میدونم اینا رو شنیدین و میدونین، ولی میخوایم ببینیم خون عیسی مسیح چی کار کرد و چرا امروز باید آویزون خون عیسی مسیح بشیم و خون عیسی مسیح رو به زندگی هامون و جانمون اضافه کنیم، بپاشیم. خداوند میگه من صدای دادخواهی خون هابیل رو شنیدم، از اونجایی که عرش منه، تخنشین اعظم میگه من شنیدم فغان و فریاد خون هابیل رو در حضور من صدا کرد. و وقتی عیسی مسیح خونش رو داد و جانش رو داد و حیاتش رو داد، خون عیسی مسیح فغان و فریاد آورد. تنها کاری که عیسی مسیح باید میکرد این بود که باید مطمئن میشد شریر او رو میکشه، و اگرچه پدر اجازه داد بدن عیسی مسیح کشته بشه، کسی باید محکوم باشه که محکوم کننده حقیقی برادرانه. در نام عیسی مسیح اقتدار هر آن کسی که برادران را محکوم میکنه باطل شده اعلام میکنم در زندگی شخصیت و در این کلیسا، در نام قدوس عیسی مسیح. و خون عیسی مسیح داره فریاد میزنه و خون همیشه فریاد میزنه برای داوری خدا و دادخواهی. و کلام میگه هر آنچه که خون میطلبه از پدر آسمانی خون جاری میکنه. مثلا هر آنچه که تو بخوای برای کسانی که تو کشتن، پدر صدای خون تو رو میشنوه و قراره بر سرشون بیاد. حتی نیازی نیست من لعنتشون کنم یا اعلام کنم برشون، خون تو داره صدا میده، همه دنیا رو گرفته تا پای تخت‌نشین اعظم فرشته ها به حضور خدا آوردن. کاری که عیسی مسیح کرد، او که هیچ گناهی نکرد، وقتی به حضور پیلاتوس او رو آوردن گفتن در او هیچ خطایی نمیبینیم، من دستم رو میشورم از خون او. عیسی مسیح وقتی خونش صدا زد، میدونیم به پدر چی گفت؟ من از تو انتقام نمیطلبم برای خونم که ریخته شد، من به ازای انتقام چیز دیگری میطلبم، من اینو میطلبم. هر آن کسی که از آن منه، یادتونه من نسل ابراهیمم، هر آن کسی که در ایمان عیسی مسیح نسل ابراهیمه،
هر آن کسی که متعلق به منه، خون من خونبهای گناهان او بشه و او تا ابد آزاد باشه در زیر و فیض و لطف تو خدای قدوس. نمیتونم بفهمم هیچ وقت خدا برای من چه کرده. صدای خون عیسی مسیح صدای دیگه ای بود، برای ما فغان کرد، برای عشقی که برای من و تو داشت فغان کرد. اون نه دادخواهی خواست، نه دادرسی خواست، ولی خون عیسی مسیح اون چیزی که داوری رو میاره بر ظالمان. در کلام نوشته شده چون او جسم پوشید و به شکل یه مرد با اینکه او خدا بود روی زمین بود، داوری به او داده شده در نام قدوسش. او رو می ستایم و می سرایم چون او دقیقا می دونه داره چی کار می کنه. خونی که بخشش رو میاره برای اونایی که گناهکارم، برای من، و داوری رو میاره برای اونایی که با ارواح پلید عهدهای بستن. من اعلام می کنم هر عهدی بر علیه تو تا امروز بسته شده، عهدهای خونی که بر علیه تو، سرنوشت تو بسته شده، هر مذبحی که ساخته شده و بر علیه تو سخن میگه و نبوت میکنه، بر علیه این که تو بدرخشی و تو آزاد باشی و تو در ثروت و سلامتی باشی، فرو ریخته از سر نام قدوس عیسی مسیح. میدونی چرا؟ چون خون عیسی مسیح برای تو سخن میگه. و میخوام اینطوری بهت بگم، خیلی راحته اسمش ده اکیوزره، او محکوم کننده است، او مدام تو رو پیدا میکنه و بهت میگه پدر تو بت پرست بود، پدر تو خمینی پرست بود، پدر تو مسئول اعدام بود، دست راست خلخالی ها بود، پدر تو بود که ایران ها اینجوری کرد، جدن در جدت بت پرستان بودن، تو هیچ حقی برای بخشیده شدن نداری. و میخوام یه چیزو بهت بگم، وقتی تو چشمت نگاه میکنه و متهمت میکنه، تنها رایی که داری اینه که خون عیسی مسیح رو بپاشی بر زندگیت، چون راست میگه و حق داره. اگه تنها مجبور بودی از خودت دفاع کنی، حقیقت مطلق رو میگفت. لعنت بدون دلیل بر زندگی ما نمیشینه و نمونه. خداوند میگه باید مبنا و اساس قانونی داشته باشه در بُعد روحانی، وگرنه خدا اجازه نمیده به تو آسیبی برسه، برش میداره و عبورت میده. ولی اون لحظه ای که تالا شده بدهکار باشین و یکی بیاد بدهی شما رو به جاتون پرداخت کنه، اگه شما بدهکار باشین 1,000,000 و من بگم بیا با هم بریم، من 1,000,000 دارم، من 1,000,000 رو به جای شما پرداخت کنم، یکی از اولین عکس العملایی که آدم میبینه طرفی که طلبکاره میگه این پول توه، این پول این نیست، این پولی نداره، من پولم رو میخوام. عزیزم شما پولتو دریافت کردی، اینم رسیدش، هیچ ربطی نداره که کی داره پرداختش میکنه، فقط دریافت کن این همه لطف و فیضو، لطف و فیض خدا رو دریافت کن، چون نسل ابراهیمی و فرزند عیسی مسیح هستی. کلام میگه اون لحظه فقط به یاد میاری و اعلام میکنی، وقتی تو چشمای شریر نگاه میکنی، من وکیلی دارم، من به تنهایی اینجا نایستادم، من وکیلی دارم که نامش عیسی مسیح ناصریه و او وکالت منو داره و او مسئول خونبها دادن منه و او بهایی داده که بیش برداخت اون چیزیه که تو قراره که روا بکنی. بابت خطای من او مرا خرید و مبلغ این خطا رو پرداخت کرده از پیش. من آزاد شده هستم، نمیتونی منو در اسارت نگهداری. من در این بیماری نمیمونم، من در این بدبختی نمیمونم، من در این بیبرکتی نمیمونم، چون کسی بهاشو داده و او بیشتر از چیزی که نیازه بهاشو داده. یه مشکل وجود داره، باورش کن، ازش استفاده کن، اعلامش کن تو صورت شریر، اعلامش کن حق داری. من زربابل هستم، نطفم در سرزمین بت پرستی درست شده، ولی من همون کسی هستم که
وکیلی دارم که اینجا ایستاده و میدونه اون لحظه چه اتفاق میفته. اون لحظه تو که در حضور شریر ایستادی و باید جواب پس بدی، از اون صحنه محو میشی و فقط عیسی مسیح که ایستاده و جواب شریر رو میده. اینقدر با شریر درگیر علکی نشو، هیچ چیزی نداری خودتو بابتش ثابت کنی. به فیض خدا هستم آنکه هستم. دیر نمیشه جواب اسمسا رو دیرتر بدی. کوتا بیای، صبور باشی، فرصت بدی خدا کار کنه، خدا قلب ها رو عوض بکنه. میدونی چرا؟ چون نسبت به وکیلت شکر برای وجود آقای فرج عزیز. اسمش آقای فرج نیست، اسمش یشوع همشیه، عیسی مسیح ناصریه، بالاترین و عظیمترین کسی که میتونه به وکالت تو بیسته و بگه با من طرفی، رسید و من به تو میدم. برای تو نباید محمد فرقی بکنه کی داره پرداختش میکنه. خون عیسی مسیح، یعنی او مرد، روی صلیب مرد، و خون عیسی مسیح یعنی من مردم. و اگه در حقیقت نمردم، در جسم زندم، ولی اگه اون خون رو پوشش خودم کنم، یوم کیپور موقعی که خون قربانی، خون بها داده شده پوشش من میشه، وقتی شریر منو محکوم میکنه، شیطان منو محکوم میکنه، این خون یعنی من مردم. چون من با او مصلوب شدم، من با او مردم. چون اون کسی که بیگناه بود به شباهت گناه من در اومد و به جای من روی صلیب رفت، اینک خون او برای تو. من نمیدونم، ما میایم بعضی وقتا واقعا پناهنده ایم، بعضی وقتا مهاجریم، بعضی وقتا مهاجرانی هستیم که ادای پناهنده رو در میاریم، بعد اقامت میگیریم یا نمیگیریم، صد بار میریم و میایم، کار همه رو خراب میکنیم، بعد بینی ایجاد میکنیم، آبروی مملکتمون رو میبریم، این کار یه جایی داریم بول میدیم به جمهوری اسلامی که نه اینقدرم که میگن بد نیستن، بابا اینقدرم پلید نیستن. نگاه کن، من با این کیسی که دروغ ارائه دادم دارم میرم و میام. اینک خون مهسا، اینک خون سهراب، اینک خون پویا بختیاری. حالا داری چی بگی؟ قدرت خون، خونی که داره آبروی ما رو میخره و کشور ما رو بلند میکنه، این قدرت خون حقیقیه. خونی که برای عدالت ریخته میشه، خونی که به جای تو ریخته شده، شاید نتونه بیش پرداخت کنه ولی میتونه پرداخت کنه مبلغ آزادی وطنمون رو. یه ذره در صحت و عدالت خدا باشیم، یه ذره متحد باشیم، یه ذره روی زمین باشیم، یه ذره یادمون نره کی هستیم. چون خونه این جوانان، اونی که بوق میزنه پشت فرمون تو سرش پیر میزنن و با افتخار فقط فیلم های تظاهرات منتونت خونی داده شده، این قدرت خون اونهاست. خونی باید بریزه تا خون بها داده بشه بابت لعنت قانونی که خودمون داوطلبانه در کشورمون آوردیم. این ابتدای خون بها داده شدنه. این فقط خون نوجوانان و جوانان ماست. به زودی میبینیم وقتی کرسی سلطنت عیسی مسیح میاد، قرار با خون مبارک او بیش پرداخت بشیم، قرار همه این لعنت ها برداشته بشه. هر لعنت سبب قانونی داره. امروز اومدیم بیستیم دعای شفاعت بکنیم، خون عیسی مسیح رو بپاشیم و بگیم شیطان تو راست میگی، ما بد کردیم، ما ناسپاسی کردیم، ما شیطان رو دعوت کردیم، ما مذبح براش درست کردیم و جوانا رو به اسم الله کاذب بالای دار بردیم، ولی امروز وکیلی داریم به نام عیسی مسیح و میبینی اثر وجودشو در زندگیمون. این جوانان ما، این عدالت ما، این شهامت ما، این وعده خداوندی که برش ایستادیم و داریم میبینیم نسل جدیدی بلند شده،
نسل جدیدی بلند شده، نسل شیران بلند شده، اونایی که هراسی ندارن از تاریکی. یادت نره وقتی با شهامت به سمت تاریکی میری، تاریکی فرار میکنه از تو. بهتون یادتونه میگفتم کرونا وقتی شما رو میبینه قرار فرار کنه، بترسه که کرونا بگیره. کرونا رو دوچار کرونا میکنیم، سرطان رو دوچار سرطان میکنیم، به اون مکان لعنتی جهنم بر میگردونیم در نام اعظم عیسی مسیح، و قراره بعد به چشم ببینیم اینا. همه چیز از چیزهای نادیدنی شروع میشه. یاد بگیریم در بُعد روح، در بُعد روح خلع سلاح نباش. وقتی شریر داره تو گوشت محکومیت میده، وقتی ایستادی و داره به روحت میگه تو که همه اشتباه رو کردی، پریروز اینجوری کردی، سر اون اینجوری کردی، تو هنوز تولد تازه رو نداری، هنوز بزرگ نشدی، هنوز کامل نشدی، راه درازه با عیسی مسیح تا آسمان، قرار با او باشیم در نام قدوس عیسی مسیح. بخوایم صبورانه با او راه بریم، چون یه حقیقت وجود داره. من خونبها داده شده هستم، من فدیه داده شده هستم. پدرم استطاعت داشت خونبهای منو بده، نه پدر بزرگم، نه مادر بزرگم، نه جدم، هیچ کسی جز عیسی مسیح خون شایسته نبود و قادر نبود عظمت گناهان منو برداره. حالا هر تیری داری پرت کن، لعنت بدون علت قانونی روحانی اجازه نداره در زندگی من بمونه و به من اصابت کنه. این حقیقت رو باور کن، باور کن، باور کن. همه اونایی که میترسین آی مادر فلان کسم الان یه جادو نوشته من تو بالش پیدا کردم، علت قانونی وجود داره که در زندگیت کار کنه یا نه؟ آزاد شو، آزاد شو، آزاد شو. من خون بها داده شده هستم، من خون بها داده شده هستم. شریعت دعا و جادو جنبلی داری پرت کن، چون حق قانونی در زندگی من نداری، بر من اثر نمی کنه. و میدونم قدرت داره اون دعاها، اون لعنت ها قدرت داره، ولی چون اساس قانونی در زندگی من یافت نمیشه، تأثیر ناپذیرم در مقابلش. باور داری؟ واقعا باور داری؟ جوانهای ما وقتی چیز رو باور دارن از اینجا فریاد میزنن، از اینجا فریاد میزنن، نه از اینجاشون. هللویا. باور دارم، باور دارم، ایمان دارم، میپذیرم، دریافت میکنم. من فصل برکت رو بر زندگیت اعلام میکنم در نام عیسی مسیح، فصل وفور رو در نام قدوس عیسی مسیح. بانوانی هستن، کسانی هستن که خداوند میگه علی‌رغم هر مشکلی که دکتر بهت گفته داری، رحم تختانت، بدنت، من نمیدونم، سالیان سال میخوان بچه دار بشن و نتونستن، خداوند میگه با فرزند معجزه قراره برگردی به این کلیسا در نام اعظم عیسی مسیح. فراموش کن اون چه چشمت میبینه، مهم نیست چشمت داره چی میبینه، خداوند میگه با فرزند وعده و معجزه قراره برگردی در نام قدوس عیسی مسیح. هللویا، 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 هللویا. فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. من برکت و وفور رو اعلام میکنم. کثیر شو، بارور شو، کثیر شو، بارور شو. دونه دونه جوانان ما، همه اونایی که دنبال عدالتن و دلاورن، کثیر شید، باور شید، بارور شید. حکومت کنید، سلطنت کنید، فتح کنید، تسخیر کنید، پیروز بشید. این فرمان اول خداست برای قوم ما. کثیر شو، بارور شو. جوانان ایران زمین، کثیر شید و بارور بشید. اعلام کن، اعلام کن، وفور رو اعلام کن، سلطنت رو اعلام کن، حکومت رو در دستشون اعلام کن. تسخیر میکنن و فتح رو میگیرن در نام اعظم عیسی مسیح. اگه لعنتی بر ما بود دعوتش کردیم، دانسته خیلیمون فریب خوردیم، با اختیار آزاد ورداشتیم، آوردیمش و گفتیم اختیارمون رو به تو میدیم. ولی امروز میگم خون عیسی مسیح رو میپاشم برات، خون عیسی مسیح رو میپاشم، من فدیه داده شده هستم. هر لعنت اون جمهوری لعنتی و ملعون و ظالم و آدم کش اسلامی از تو برداشته شده است. هللویا، هللویا. من به طور مخصوص حفاظت و برکت، گشایش و پیروزی رو بر پسرم وارتان در ایران اعلام میکنم. خداوند این پسر رو بلند کن تا بدرخشه، کسی که در ظلمت تاریکی برای تو ایستاد.
داره بشارت میده، در ایمانش قوی ایستاده. برای امیر حسین عزیز خداوند بلند کن دونه دونه جوانان ما رو، هر کدامشون سمبولیکن، خواهر باران رو به طور مخصوص، ناهید عزیز و مهری عزیز رو در ایران خداوند رو میخوام بقیت مبارک تو بلند کنیم. هاللویا هاللویا هاللویا. خونی که تو رو نجات داده و بر توه، خون آسمانه، دینه آسمانه. خواهر و برادری که اسم دارم میبرم، خواهرمون فلورا در نام اعظم عیسی مسیح در نروژ، کتایون عزیز در کانادا، هاللویا هاللویا، مجید عزیز در کانادا، خواهرمون آزاده در نام اعظم عیسی، همه عزیزانی که داریم دینه عیسی مسیح برشونه. هاللویا هاللویا. میخوام ببرمشون زیر پوشش، زیر پوشش خداوند، زیر پوشش خون عیسی مسیح. وقتی شریر میسته و میگه ساکت شو، پدر دعوت کرد، این شیاطین و پدران تو دعوت کردن، میسته و میگه وکیل اعظم خونبها داده همه این تقصیراتو، خداوند رو ببخشای، خداوند رو ببخشای. یه قطره خون تو، یه قطره خون تو. اول تواریخ 14:7 میگه اگر قوم من که اونها رو خوندم و نامیدم و دعوت کردم به سمت من رو بکنن و اگه توبه بکنن، اگه من میبینم بچه های دبستانی دارن تصاویر شیطان رو پاره میکنن، من این رو اعلام میکنم که مغصوب بشه به جای توبه قوم ما در اون خاک، در نام اعظم عیسی مسیح. و خدا میگه یه وعده بیشتر دارم برات، من خاک تو رو شفا میدم، خاک ایران ما شفا پیدا کن. هاللویا هاللویا. طاهر شو طاهر شو، شفا پیدا کن نسل ما. هاللویا. اقتصاد ما، آبروی ما، هویت ما، امنیت ما، در نام اعظم عیسی مسیح طاهر شو، شفا پیدا کن. طاهر شو یعنی انگار نه انگار، این جزام آخونده و اسلام اومده سرمون، اینطوری طاهر شو. شفا پیدا کردن یعنی فقط خوب می طاهر شو، یعنی اثری ازش قرار نیست تاریخ ببینه، به زبالدانی تاریخ قرار منتقل بشن، پر از لعنت، چون نوادگان شیطان هستن، پر از ارواح پلید هستن. خدا من وقتی به زمین نگاه میکنه میگه تا یه حدی انسان ها میتونن قسی القلب باشن، و من از آسمان نگاه میکنم و وقتی این شقاوت قلب رو میبینم، شک نکن فرزندان ارواح پلیدن، اینا فرزندان دیف ها هستن، اینا لژیون دیف ها درشونه. زمین ببله دونه دونه شون رو، روح اسلام رو ببله در نام قدوس عیسی مسیح، طبق رویایی که نشون دادی ببل. هاللویا هاللویا. این کاراپشنی که در نسل ماست، در ژنتیک ایرانیانه، خداوند رو بردار از این طریق که زمین قرار گشوده بشه و دونه دونه این عوامل ظلم و فساد و ننگ رو ببله. هاللویا 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 هاللویا. لعنت بی سبب بر ما نمیشینه. چرا؟ چرا خدا اجازه داد اون موقع ما فریب بخوریم؟ ارمیای نبی میگه، میگه کرسی سلطنتم رو انتخاب کردم، من یه قومی رو انتخاب کردم، یه مکانی رو انتخاب کردم، من میخوام کرسی سلطنتم رو در ایام آخر در یه سرزمینی که شکل یک گربه ملوسه، پر از دختران زیبا که میشه گربه ها ملوسن، پر از جوانان رشید که دلاورن، میخوام اونجا بنا کنم، چون میدونم شریر با آبروشون چی کار کرده، ولی من هنوز چیزی میبینم در این بچه ها، در این جوانان، من اینا را آفریدم، من شیر درونشون رو بلند میکنم، من کرسی سلطنتم رو اونجا بنا میکنم. و اگه انقلاب 57 فریب نمیخوردیم و نمیشد، امروز آماده نمیشد، آماده نمیشد این وعده. همه چیز داره نشون میده که خداوند به زودی کار خودش رو شروع میکنه در کشور ما. این اولین پلس به سمت بیداری، وقتی بلند میکنه عزیزان ما رو و جوانان ما رو، شکر میکنیم و غبطه میخوریم و افتخار میکنیم و میبالیم
بعد از نیم قرن میتونیم سرمون رو بلند کنیم توی این قربت و ببالیم و بگیم من ایرانیم، اینا خواهرای منن، اینا زنان مملکت من هستن. فقط فرش ما خوب نیست، فقط زعفرون نداریم، فقط هل نداریم، فقط نفت نداریم. فقط یه نگاه به دختران ما بکن، به پسران ما بکن و روح آزادی که هست، من روح آزادی رو اعلام میکنم که سرایت بکنه در نام قدوس عیسی مسیح. اسلحه نیست بر علیه قوم ایرانی و فارس زبان ساخته بشه و بتونه برشون کاری باشه در نام اعظم عیسی مسیح. ارتش و لشکری بلند شده تا عدالت آسمان رو بر زمین بیاره و اون صلح و سلامتی و شالوم روحش امنیتش در خانه های ما، خانواده های عزیزان ما قرار بگیره. خوش آمد میگیم به این روح، شکر میکنیم خدای قدوس و میپرستیم او رو. هاللویا 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 هاللویا. میگن تو دنیا هر یه آدم تا 5 نفر دورشو اگر نگاه بکنی و به هم وصل کنی، هر کسی با 5 نفر که وابسته هست، بعد میتونی نگاه کنی همه دنیا یه جوری به هم وصله و یه جایی قم و خیشه. من موقعی که همسر رومین عزیز شدم به خواب نیمه شب فکر نمی کردم که من فامیل از آب در بیام با رامین جان، چون اصل و نسب ما از یه شهر دیگه است، ولی از طریق ازدواجی خانوادگی فامیلای خیلی نزدیکی بودیم و خیلی روابط وجود داشته بین عزیزانمون و من با افتخارم به این مسئله خدا رو شکر میکنم. میخوایم بیستیم و میخوایم این لحظه به یاد بیاریم همه اونایی که از نظر قانونی حق داریم برای رستگاریشون دعا بکنیم. از نظر خونی انقدر به ما وصلن، از خون ما، ژن ما هستن. برای هر کسی ما اجازه نداریم، فقط میتونیم دعا بکنیم که اون خدا ملاقاتش کنه و لبیک بگه، اوکی؟ ولی برای اونهایی که وصلیم از نظر خونی و اجازه قانونی داریم رستگاری رو اعلام بکنیم، میخوایم یه لحظه در خلوت خودتون بلند در سکوت برای کسی که کنارمون نیست یا هست، فرقی نمیکنه، چه در بعد جسم چه در بعد روح، حتی اگه به آسمان رفته فرقی نمیکنه، حتی برای مهسا، برای خیلی های دیگه، آمین، هر کسی که خونته و خویشاوندته در نام اعظم عیسی مسیح میخوایم به شریر برای یه بار و همیشه اعلام بکنیم این عزیز خونبها داده شده است. دست تو از زندگیش بردار، از روحش، از جسمش و از جانش. هیچ گناهی بر او نیست، او به رستگاری عیسی مسیح رسیده، چون در خون عیسی مسیح این لحظه به حضور تو میاریمش. این لحظه خداوندا گربه ایران و خداوندا به خون مبارک تو میپوشونم و پوشش میدم. فقط چند روز از عید یوم کیپور گذشته، عیسی مسیح تو پوشش مایی، ای خدای قدوس، هاللویا هاللویا. تو گفتی که هیچ لعنت بی سبب نمیمونه بر جای بر کسی و بر جایی، ولی این لحظه پوشش خون عیسی مسیح هر اجازه قانونی سکونت لعنت رو در خاک ما باطل شده اعلام میکنه. هاللویا هاللویا. برای مادر وطن دعا میکنیم. ای دوست بهر تو بود، جانش فدیه کرد تا آزادی بخشد تو را از رنج درد و غم. خون آب جاری شد، خون آب جاری شد بهر آزادی از گناه. ای دوست بهر تو بود، جانش فدیه کرد تا آزادی بخشد تو را از رنج درد و غم. خون آب جاری شد، خون آب جاری شد.
نبیر زنیه در شهر صرفه، خداوند ایلای نبی رو به سمت او میفرسته. زمان قحطی عظیمه، همه سرزمین در قحطیه. اگه هیچ کدوم از جمله های من امشب گوش ندادی، با دلت کار نکرد، تو دلت فرو نرفت، نمیخوای، نپذیرفتیش، میخوام این نبوتو که بر زندگیت میکنم بپذیری، به ایمان باور بکنی. و میدونم داستان زندگیت همونطوری که خدا گفت تا دسامبر قرار عوض بشه قصه زندگی. خداوند میگه من ایلیای نبی رو، قدرتمندترین نبی عهد عتیق رو، برای یک بیوه زن مسن در شهر صرفه فرستادم. در نام قدوس عیسی مسیح من اعلام میکنم، اون کسی رو که خدا اعلام میکنه به سمت تو در حرکت باشه، سرنوشت تو رو لمس بکنه، برکت مالی بهت بده، نام تو رو، اعتبار تو رو تغییر بده، داستان زندگی تو تغییر بکنه. مردی از سمت خدا به سمت تو بیاد، فردی از سمت خدا برای خدمت تو بیاد. اگرچه که دنیا میگه مثل یه بیوه زن تنها و متروکی، در یه ده ایلیای نبی به سمت تو در حرکته. هاللویا 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 هاللویا. به سمت هر کسی که دستش بلنده، خداوند ایلیا رو بر سر راه من بذار، به خانه من، در خانه منو بکوبه، در کلیسای منو بکوبه، خداوند خانه مادر منو بکوبه. هاللویا هاللویا. اون شخصی که در اندیشه توه و قراره بیاد و کاری انجام بده برای خدمت تو و خدمت من، خدای به سمت من بفرست. به ایمان دریافت کن این نبوتو، به ایمان دریافتش کن. هاللویا. یاورهای سرنوشتی وارد زندگیتون بشن در نام قدوس عیسی مسیح. برای مسائل کاری، درسی، ازدواجی، اقامتی، ثروتی، من نمیدونم، هاللویا، سلامتی، هاللویا هاللویا. این بار که صدای در رو بشنوم، خدایا متوقع ایلیای نبی باشه که در خانه منو میزنه و میگه نان و شاید اول از تو بخوام، ولی تو نمیدونی چی قراره به تو بدم، در نام اعظم عیسی مسیح. هاللویا هاللویا هاللویا. شکرت بدم شکرت بسیم تو بود، جانش فدیه کرد، تازادی بخشد تو را از رنج و درد و غم. خون و آب جاری شد، خون و آب جاری شد، بحر آزادی از گناه. ای دوست مهر تو بود، جانش فدیه کرد، تازادی بخشد تو را از رنج و درد و غم. خون و آب جاری شد، خون و آب جاری شد، بحر آزادی از شو جاری شو. روح قدوس خدا ما رو لمس کن، نیاز به لمس تو داریم. خداوند به من میگه دعا قراره بکنیم این لحظه متحد برای اون اقتداری که ارواح پلید بر آبها دارن در کشور ما و تونستن کارهای بسیار تاریکی رو انجام بدن. میخوایم هر عهدی که بسته شده از طریق لمس آبا در کشورمون، جوانان ما پایین کشیده شدن، معتاد شدن. جوانان زیادی رو دیدم که الان داشتن دست و پا میزدن تا بالا بیان، بالا میومدن ولی دستانشون قفل شده بود، بسته بود. در نام یگان منجی عالم به خون عیسی مسیح میشکنیم هر اسارت رو بر زندگیشون، هر اسارتی که مذبح‌های شریر برشون ایجاد کرده. هاللویا 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 هاللویا. بشکن این روح قدوس خدا، بشکن هر بند، هر زنجیر تاریکی رو. هاللویا هاللویا. آزادی نصیب قوم ماست، هاللویا، میراث ماست، سرنوشت ماست. هاللویا هاللویا. برای برادرم، برای پسرم، برای خواهرم، برای فرزندانش، هاللویا
هاللویا هاللویا. خداوند میگه دست کلیدهای رو قرار پرت بکنم برای اونایی که حاضرن بگیرنش، میبیننش در بعد روح، قراره در بعد روح بهت خیلی قوت بده. دست کلیدها رو آماده کردم، شخصی پرت میکنم و یه قراره امشب دریافتش کنم. مسا بر اون کلیدها هست، اون کسی که به ایمان دریافتش میکنه. هاللویا. خداوند ما رو ببین و به یاد بیار، ببین و به یاد بیار. دونه دونه خادمینت رو خداوند، لاویانت رو خداوند، هاللویا، اعضای این خانواده رو خداوند، لطف و رحمت تو بر این کلیسای کوچکه. شکرت میکنم چون خانواده ایم در عشق خانواده. خداوند کلیدها رو بریز، خداوند به باران آخر کلیدها رو بر سر ما جاری کن در نام اعظم عیسی مسیح. هر کلید قراره دری رو باز کنه، امکان دسترسی به بعد بعدیه، یه دروازه دیگه برای تو گشوده بشه در نام اعظم عیسی مسیح. هاللویا 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 هاللویا. کلیدهای نفوذ خداوند میگه، خداوند میگه دوباره به یاد بیاریم، پادشاهان قرار از ما بیرون بیان. هاللویا. کلیدهای نفوذ، کلیدهای نفوذ. هاللویا هاللویا هاللویا. قاب بزن و دریافتش کن. هاللویا هاللویا. شکرت عیسی مسیح. هاللویا هاللویا.